و نکته ای که داشتم میگفتم اینه که من نمیخوام حرفی بزنم که خدایی نکرده عرصه رو بر وریای غفوری تنگتر از این بخواد بکنه. من فهم میکنم حرفی که داره میزنه حرف مردمه و فیدبک هاش هم میبینیم، یعنی حمایت ها هم میبینیم. وقتی که تو توییتر نمیدونم توی فضاهای دیگه میاد حمایت میشه، یعنی که بالاخره همراهن، موافقن. و بعدا به حال اون مجموعه ای که بدون هیچ توضیحی کاپیتانش رو رها میکنه و بحث فنی برای وری غفوری نیست، و اگه بوده باشه توی تیم های دیگه میتونه تا الان جذب شده باشه. خیلی اتفاق بعدی، امیدوارم هر چه زودتر. و خیلی از دوستان خواهش میکنم که پشت سر وری غفوری قائم نشن، یعنی راحت توی خونه میتونیم بشینیم این گوشی رو بگیریم دستمون، یه نمیدونم هیچ هزینه ای برای ما نداره، اما برای اون آدم هزینه داره. مشتبا چرا؟ مشتبا جان عزیزم، مشتبا هم بذاره احساساتی شده، خب اومدش تو برنامه این فضای مدلی بود، ولی خب فکر کنم خیلی هم فشار اومد بهش، خیلی هم خسته بود و فکر مشغول. و میخوای چیزی ببینیم بیان؟ من این نکته بگم. آره مشتبا یه فاصله نه عذرخواهی میکنم، اصلا عیده، من اصلا همچین قصدی رو نداشتم. ممنونم ازت، خلاصه ممنون از نکات خیلی خوبی که گفتی و میدونم که بازم توضیح داری راجع به اتفاقاتی که افتاده. حالا یه ذره منقلب شد، بچه‌های ما هم اینجا همه کوب کردن، اصلا شوکه شدن، اصلا خیلی عجیب غریب. و حالا طوری که مشتاق همه مردممون میشناسن، دوستت دارن، خیلی حرفات همیشه فوق‌العاده بوده، همه پذیرفتن با قلبشون قبول کردن، چون میبینن که آدم با سواد اهل مطالعه متخصص دلسوز داره حرف میزنه و به نظرم بهترین شکل صحبت کردن، دلش میسوزه برای فوتبالمون، برای کشورش، و این به نظرم بهترین اتفاقه. نمیخواست این مدلی ببینم هیچ وقت خوشت جباری و همیشه زفت و محکم و رک و دوستشتنی. از همه عذرخواهی میکنم، واقعا همچین قصدی نداشتم، اما واقعا فکر میکنم که حالا شاید اتفاقاتی که برای فوتبالمون میفته به این اندازه دردآوره و من فقط بحثم اینه که آدمهایی که حالا میخوان بیان حرفی بزنن میتونن از جانب خودشون حرفو بزنن و کسی دیگه رو سپر بلا نکنن تو این اتفاق، تو این شرایط. باید بدونیم که اینجور حرف زدن ها بالاخره آسون نیست، یعنی من شرایطی هم که من حالا خودم تجربه میکردم اینه که من زمانی که سرمربی تیم بوده، مدیریت بالا سر من بوده، حرفامو زدم و توی اون لحظه محروم شدم، به لحاظ مالی از من کسر شده، سفرهایی نمیدونم، شاید بازی آسیاییو نرفتم، اما وقتی که تموم شده دیگه من اون حرفو نزدم. یعنی میتونستم اون مربی رو، اون مدیریت رو هر طوری که شده تو جایگاهی که دیگه به من آسیب نمیزنه خیلی حرفا بخوام بزنم، اما به نظر من این شهامت نیست. اون زمانی که حالا میتونن عرصه رو به تو تنگ بکنن، یه حرفایی بالاخره حرفای درستی هست و امیدوارم این مشکل حل بشه. و خوب گفتی، گفتی آقا بعضیا دیگه نیان برای خودشون، برای اسم خودشون، برای خودشون رو گنده بکنن، خودشون رو بزرگ بکنن، مثل کارهای دیگه انجام بدن که به قول تو هزینه بیشتری تحمیل میکنه، یعنی کمکی که نمیکنه. دوستانی که تصمیم گیرندن بدونن که این فضا به این شکل هدایت شده رفته و سعی بکنن که حالا هرچه زودتر بالاخره آره هوریا و به امثال اون انقدر فضا تنگ نباشه که آدم حرف نتونه بزنه، این اتفاق نیفته. خیلی بخوام بیان سوء استفاده بکنن از این قضیه. آره خیلی بخوام پشت این قایم بشن و بدونن که بالاخره راحت نیست، راحت نیست تحمل کردن، گذر کردن از این شرایط، از این فضا. واسه از مردم عذرخواهی میکنم، از شما عذرخواهی میکنم. نمیدونم حالا چرا این اتفاق افتاد، شاید واقعا به خاطر اینکه این مدتم
بالاخره شرایط حالا روحی روانی هم خوب نبوده، اما این واقعا به خدا این اشکه برای فوتبال بود، یعنی اصلا دلیل دیگه ای نداشت. 100% همه میگن، همه میدونن که دغدغه‌ای که داری از زمانی که بازیکن بودی. من یادمه که با هم دیگه صحبت میکردیم توی تونل استادیوم ها گرفته که متفاوت حرف میزدی، که سبک متفاوت، شاید حتی سبک زندگی متفاوت، تو مطالعه کردن و خوندن و اشتیاق برای بیشتر دونستن و از هم تو رو یه چهره خاص و ویژه کرده توی فوتبال. خیلی ممنونم.